گزارش تازه‌ای از بانک جهانی نسبت به افزایش بدهی کشورهای در حال توسعه هشدار داده. بانک جهانی میگوید بدهی این کشورها به 55 تریلیون دلار رسیده است. میزانی که در نیم قرن اخیر و از زمان بحران اقتصادی کشورهای آمریکای جنوبی در دهه 70 سابقه نداشته. بانک جهانی گفته بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها ناشی از بحران‌ها و سقوط اقتصادی اخیر است. برای بررسی جزئیات بیشتر این گزارش، جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر تاوزند اوکس با ماست. آقای عمویی وقتتون بخیر. کدام کشورها یا اقتصادها بیشتر زیر قرض هستند و این بدهی چه تأثیری در اقتصاد اونها خواهد داشت؟ با درود به شما و همکارانتون و بینندگان و شنوندگان، برای خیلی خوشحالم که این سوال رو با این شروع کردی که بیشترین کشورهای در واقع قرضدار کدومند. ببینید 55 تریلیون دلار خب خیلی رقم بزرگی است، ولی اگر این رو شما مقایسه کنید که چقدر قرضه دولتی در جهان داریم، این بر اساس تخمین‌های اوائل 2019 چیزی حدود 244 تریلیون دلار. حالا اگر شما نگاه بکنید ببینید که از این 244 تریلیون دلار در مقایسه با تولید ناخالص جهان چقدر میشه؟ تولید ناخالص جهان چیزی حدود 88 تریلیون دلار. به عبارت دیگه جهان به عنوان یک واحد به اندازه 277 درصد تولید ناخالص خودش قرض گرفت. حالا سوال جواب مشخص به سوال جناب علی. ببینید سه کشور جهان که بزرگترین تولید ناخالص جهان را دارند عبارت از آمریکا، چین و ژاپن. باز اگه به تولید ناخالص ملی اونا نگاه کنید چیزی حدود 22 برای آمریکا، حدود 14 برای چین، یه چیزی حدود 9.2 برای ژاپنه. هر سه این کشورها مقادیر زیادی استقراض دارن. ژاپن بالاترین، البته فکر کنم چین اخیراً بالاتر از ژاپن 237 درصد، آمریکا 107 درصد، چین بر اساس این گزارش 255 درصد. اگه این ضرب و تقسیم ها رو همه رو انجام بدیم، یه حدود 83 تریلیون دلار فقط سه کشور بزرگ جهان از این 244 تریلیون دلاری که من خدمتتون عرض کردم، 34 درصد جهان متعلق به ایناست. آیا اینها باعث میشه که این اقتصادها در حال برشکستگی گرفته باشه؟ البته اینطور نیست. ببینید نکته اینه، شما مسئله مقدار قرضه یک مسئله است، مسئله نرخ بهره مسئله دیگه است، یعنی مسئله مهمتریه. به عنوان مثال در امریکا ما یه چیزی حدود همونطور که عرض کردم 107 درصد تولید ناخالص ملی قرضه داره، ولی درصد در واقع بهرهش 2.5 درصده. بنابراین این میشه چی؟ میشه 2 درصد تولید ناخالص. در جایی که خیلی کمتر از این قرضه داره ولی نرخ بهرهش 15 درصد، این برابر زیادتره. بنابراین اینها مهمه. مهم اینه که شما چه نرخ چرا بالا رفت، اونم میتونم خدمتتون بگم. به خاطر اینکه از سال 2007 به این ور در واقع نرخ بهره در جهان بسیار پایین اومد، به این باعث شد که این استقراض ها مراتب شدیدتر از قبل انجام بشه. بسیار خوب. اون اتفاق هولناک اقتصادی که تقریبا یک دهه پیش افتاد، اون رکود اقتصادی و ورشکستگی های کشورهای سرمایه‌دار، به زبان ساده اگه بخوایم بگیم آقای دمویی، اتفاقی شبیه اون در راه هست یا نه؟ ببینید این سوال بسیار پیچیده‌تر از سوال اولتونه. برای اینکه بخوایم به این مسئله نگاه کنیم که آیا رکود اقتصادی در انتظار جهانی به شدت بدون شک و تردید این قضیه درسته، برای اینکه ما در چارچوب اقتصاد جهانی سیستمی که داریم مسئله رکود به صورت ادواری میاد. یکی از دلایلی که اتفاقا 2007 خیلی متعجب کرد این بود که حدود 14 تا 18 سال قبل به این صورت نبود و همین دلیل هم عده از اقتصاددانان اعلام در واقع موفقیت کردن که تونستیم با سیاست‌های پولی تورم رو ببخشید رسیسیون و رکود رو مهار کنیم. این نشد، برگشت به اون صورت دیدیم و به نظر ما در انتظار رکودهای دیگه هم در طی زمان خواهیم بود، به خصوص از طریق قسمت در واقع بازارهای مالی و بانکی. این مسئله است که متاسفانه همچنان بالای سر ما سایه افکند. آقای جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر تاوزند اوکس، خیلی ممنونم از اینکه به برنامه چشم‌انداز بامدادی پیوستید.